and ITVUnited.com. درود بر همه عزیزان و همه اونهایی که ترجیح میدن مثل من از عشق صحبت کنن نه نفرت، و اونهایی که گدای عشق و محبتن نه ثروتمند ظلم و ستم. امروز برنامه های مختلفی رو خواهیم داشت و در این هفته دقت کنید، هفته بسیار مهمی است و شروع میکنیم امروز برنامه رو در قسمت مهمی که خبری که به ما رسیده همونطور که میدونید مسئله شورای ملی است، و برای همون که بدونیم چه اتفاقی افتاده و خواهد افتاد و دلیل چی بود، مصاحبه خواهیم داشت با آلمان و ازتون خواهش میکنم که دوستان اگر مایل بودید که بخواید روی اسکایپ با ما صحبت کنید، اگر سوالی دارید از مهمون ما، خواهش میکنم برید به ایران مدیا و در اسکایپ ایران مدیا 2000 میتونید تمام این چیزها رو پیدا کنید و سوالات رو بفرستید، یا میتونید روی خط بیایید به 818-300 اول. البته اجازه بدید اول من این اعلان نکنم که از حالا زنگ بزنید، بذارید ما صحبت هامون رو بکنیم و ببینیم داستان چی بود، برای اینکه برای همه ما در این حالی که به عنوان یک مدیا میخوایم بدونیم چه چیزی هست و کجا میریم و چطور هست، وظیفه ما این است آنچه که اتفاق میفته برای شما بیان کنیم و بدونید چی شده، مخصوصا که میدونید در حرکت هایی که شد در سال گذشته و چند ماه گذشته برای درست کردن شورای ملی درش صحبت های زیادی شد و گاهی وقتا به نظر میرسید که نارسایی بعضی از اعضا اتفاقا میگن و دلیلش چی بوده. روی از خواهش کردیم آقای فرازنده که لطف کنن و با این وجود که ما دیروز با صحبت میکردیم ولی هواپیماشون دیر رسیده بود و مجبور شدیم امروز باشون صحبت کنیم. خیلی متشکرم آقای فرازنده، خوش آمدید و خیلی متشکرم که وقتتون رو گذاشتید با ما صحبت میکنید راجع به این مسئله. درود بر شما جناب ضیاء عطابای گرامی و درود به کلیه شنوندگان و بینندگان شما و تشکر از اینکه از بنده دعوت فرمودید. در خدمتتون هستم. ممکنه لطف کنید بگید که این اتفاقی که افتاد برای چی اصلا شورای ملی رو که در هر حال نمیخوام برگردیم به عقب، ولی شورای ملی حرکتی بود که همه امید داشتن و فلان بود، چطور شد به اینجا رسیده و بعد چگونه هستش که این دلیل اینی که الان شورای ملی همونطوری که شما گفتید عوض میشه یا اینکه دیگران برای ما اطلاع دادن، ممکنه لطف کنید بگید دلیل این تغییرات برای چی هست در حالی که از زمانی که انتخابات کردن زیادم طولی نکشیده؟ اجازه میخوام از جناب عالی و بینندگانتون عرایزم را با سخنی از حافظ آغاز کنم. همطور که شما از عشق صحبت فرمودید، حافظ گرانقدر میگوید چو عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود،
ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. جناب عطابای گرامی، ملت ایران با شوق و علاقه روزهای 27 و 28 اپریل رو پیگیری کردند و پشت سر گذاشتند به امیدی که شورای ملی که در حقیقت راهنما و بنیانگذارش رو میتونیم شاهزاده گرامیمون رو اعلام کنیم دل بستن. ما هم در شورای عالی و دفتر سیاسی منتخبین ملت ایران تلاش کردیم که گام‌های مؤثری در راه آزادی کشور و پس گرفتن ایران عزیز به کار بریم. متاسفانه هرچه تلاش شد به علت ندانمکاری یک عده‌ای و من هیچ وقت کلمه خائن و خرابکار رو نمیخوام به کار برم، چون همه اونها علاقمند با آزادی ایران هستند ولی ندانمکارند، یعنی حاضر نیستند از دیگران هم سوال کنند و خود رو بالاتر از هر کسی میدونند بدون اینکه تجربه لازم رو داشته باشند. جناب عطابای گرامی، ما الان با همفکری دوستان که البته من خودم در لس آنجلس بودم، مستقیما دخالتی در ثبت این نهاد نداشتم، در اونجا پی بردیم که هر روز و هر جلسه به شاهزاده عزیزمون دست اندرکاران کلمه دروغ رو دیگه من باید بکارم. دروغ میگویند، میگویند شورای ملی ایران در پاریس به ثبت رسید. ما تلاش کردیم، تحقیق کردیم، دیدیم این خلاف واقعیت است. چرا حالا این دروغ رو میگن؟ نمیدونم. شاهزادم با صداقت و پاکی و از همه مهمتر دموکراتیک بودنشون و علاقه به قانونمندی که دارند قابل ستایش و ارزش است. ایشون حرفای اون دوستان را، اطرافیان را قبول میکردن تا اینکه مجمع عمومی مؤسس که ماها را انتخاب کردن، حتی شاهزاده را انتخاب کردن، ابتدا 70-80 نفر بودن، بعدن شدن تبدیل شدن به 176 نفر و آخرین لحظه که میخواستن این نهاد رو ثبت بدن چون ثبت نشده بود شدن 206 نفر و اینها تقاضا کردن که این ثبت بشه و یه هیئتی 7 نفره انتخاب کردن که بنده هم جز اون عده نیستم، دخالتی هم نداشتم و این شورا رو در کشور آلمان در شهر فرانکفورت به نام شورای ملی ایران National Iranian Council for Free Election به ثبت رسوندن. این ثبت اروپایی هست و در کشورهای اروپایی دیگه به این نام قابل ثبت نیست. تا دیروز که در یک جلسه سیاسی باز صحبت از ثبت شدنش در پاریس می شده، آخرین لحظه یکی از اعضای دفتر سیاسی که اجازه بدید نام برده نشه اعلام فرمودند که داریم تلاش میکنیم در پاریس ثبتش بدیم بعد از 4 ماه. در هر صورت خب مختصر برسون برسونم، این شورا در شهر فرانکفورت آلمان به ثبت رسید. حالا چرا؟ یه مسئله کوچیک پیش پا افتاده با اجازه شما بزنم چون وقتم کم هست. یک نوزادی جناب ضیاء عطابای متولد شد به نام شورای ملی ایران. این نوزاد داره یک پدری است به نام شاهزاده رضا پهلوی. متاسفانه با پوزش از حضور گرانقدر امید ملت ایران شاهزاده رضا پهلوی، باید به عرضتون برسونم این نوزاد به دست زن پدر سپرده شد و زن پدر همواره به پدر دروغ میگفت که برای این نوزاد شناسنامه گرفته، هویت گرفته. ثابت شد که این امر نادرسته و عمو و خاله و دایی و عمه و همه به هم شدن و تلاش کردند که برای نوزاد شناسنامه بگیرن. این شناسنامه گرفته شد، بر اساس این هویت درخواست مجمع عمومی فوق‌العاده شد. مجمع عمومی فوق‌العاده عزیزان، شنوندگان نازنین، لولو نیست که ازش بترسن. حق هر نهادی است که پس از ثبت شدن هر گونه تغییراتی، اهم در اساسنامه، اهم در آدرس، در سرمایه، در نحوه کارهای اجرایی داره، در مجمع عمومی فوق‌العاده مطرح به تصویب اعضای مجمع مؤسس برسونه. این کار رو دوستان ما انجام دادن. ما یک ستاد مشترکی از اعضای دفتر سیاسی موجود، شورای عالی موجود و چند نفر از اعضای مجمع مؤسس برگزار خواهیم کرد تا این انتخابات بسیار شفاف
با ساختاری جدید و دموکراتیک انجام بشه. آیین‌نامه ای داشته باشه در شأن شورای ملی، اساسنامه ای داشته باشه در شأن، و از همه مهمتر چارت تشکیلاتی و شرح وظایف. من زیاد نمیخوام حاشیه برم، متاسفانه یه عده سودجو ماها رو کودتاچی نامیدن، ماها رو برای سرنگونی شورای ملی اسم ما رو گذاشتن، در صورتی که راه ما، راه شاهزاده عالی‌قدر، راه ما، راه شورای ملی ایران است. هیچ چیز نیست جز زندگی نگه داشتن این نام. و من پوزش میخوام اگر طولانی شد، اگر اوامری دارید من خواهش میکنم. اجازه بدید که من، شما فرمودید که این سازمان رو که دوستان درست کرده بودن و شورا و جلساتی از اینجا رفتن، همه اینا یعنی اصلا قبل از اینی که این جلسه رو بذارن و شورا بعد از اینم که گذاشتن تا حتی به ثبت نرسید، اصلا همچی چیزی وجود نداشته. مگه میتونه همچی چیزی باشه؟ آخه اشتباهی شده؟ چطوری ممکنه شما یک حرکت جهانی بخواید بکنید و در جایی اصلا این سازمان رو به ثبت نرسونید؟ خب هر زمان تو حتی اگه شروع کردید به کار موفقیت آمیز، به همین بهانه میتونه هر دولتی جلوتونو بگیره. مگه نیست؟ چطوری پس این کارو نکردن به نظر شما؟ یعنی هیچ کدوم از شما در اون زمان نمیتونستید سوال کنید که عضو شورا بودید و سوال کنید بگید خب شما که میگید به ثبت رسیدید، در کجا شما رو ثبتش چیه؟ شما حق دارید. مگه اینجا در این سازمانی که درست شده، ببخشید، مگه یک نفر دو نفر برای خودشون هر کاری میکنن؟ پس این انتخابات چی بوده؟ چطوری هیچ کدومتون نپرسیدید که آقا این سازمان کجا به ثبت رسوندید؟ و بعد ادعا میکردن در کدوم کشور به ثبت رسیده؟ در فرانسه فقط ها؟ بله، بسیار سوال جالبی است جناب عطابای. طبق اساسنامه موقت و منشور، مرکز شرکت پاریس در فرانسه انتخاب شده بود و ما مرتب، من که میگم ما اعضای شورای عالی و دفتر سیاسی، مرتب از دستاندرکار ران که خودتون میدونید بیش از دو نفر ابتدا نبودن، الان 5 تا دیگه هم به دور به عنوان بادمجون دور قابچین دورشون گرفتن. اینها همیشه عنوان میکردن که ثبت شده، هرچی تو اینترنت، هرچی با تماس با سازمان ثبت شرکت های فرانسه که خب وابسته اینا به دادگستری اون کشور هستن، هرچی تماس گرفتیم نه شماره نه ثبتی به نام شورای ملی پیدا نشد. من به عرضتون برسونم که طبق اطلاعی که از خود دوستان من در بروکسل بودم دادن، گفتن ما درخواست کردیم یه شماره هم داریم، یعنی نامه ورودیشون رو به رخ ما میکشیدن به عنوان شماره ثبت، در صورتی که هیچ جو ثبت نشد. و هنوز هم که هنوزه آشکارا تو روی شاهزاده در جلساتی که شاهزاده هستن عنوان میکنن این نهاد قانونی در فارس. دلیلش آوردن خیلی خنده داره، کوتاه براتون برسونم. گفتن هرگاه در فرانسه یه عده جمع بشن، مجمع عمومی تشکیل بدن و اساسنامه و حالا آیین‌نامه هم گفتن، آیین‌نامه رو با اظهارنامه اشتباه گرفتن، علت بی سوادیشونه. به هر حال آیین‌نامه و اساسنامه‌ای دارن، یه مجمع 20 نفر 30 نفر جمع شدن تشکیل دادن، این نهاد دیگه در فرانسه قانونیه. نه اسم ثبت بردنش کردن، نه حق ثبت پرداختنشو، نه تو اینترنت انداختنشو، نه شماره داشته. موقعی ثبت شده تلقی میشه که برگ اساسنامه ای که مورد تایید وزارت دادگستری این کشور قرار گرفته مهر و امضا بشه و یک کارت مخصوص با شماره ثبت داده بشه. متاسفانه تا این یک ماه گذشته که ما هر چه تلاش کردیم، این اواخر دیگه جواب تلفن‌ها و ایمیل های ما را هم نمیدادن. ما که میگن در حدود 14-15 نفر بودیم، هر چه سوال کردیم. هفته گذشته در لس آنجلس بودم بنده که یک تعدادی از دوستان جمع شدیم به نام فراکسیون اعتماد، آگهی منتشر کردیم، درخواستی داشتیم مرتوجه قرار نگی منتشر کردیم، کما تمام مصوبات دفتر شورای عالی رو کلم یکم اعلام کردیم ما البته، ولی چون ثبت شده نبود تمام کاراشون همطور که شما فرمودید غیر قانونی بود. من خودم شخصا خدمت شاهزاده گرامی ایمیلی زدم و پشتش هم گرفتم که مطمئن باشم به دست خودشون رسیده و به عرضشون رسانده شده. این کار انجام شد، باز هم شاهزاده به بنده جوابی ندادن که چه این سازمان باید ثبت بشه تا بتونیم دوباره مثل گذشته دست شاهزاده رو تو دست پرزیدنت مارتین شولز، پرزیدنت پارلمان اروپا بگذاریم. و چون بنده وقت گرفته بودم برای اکتبر دوباره و این کار به علت عدم ثبت دیگه امکان پذیر نبود، ناچار شدم ایمیل خدمتشون زدم و ازشون تقاضا کردم تکلیف ما رو روشن کنیم.
حال دوستان اومدن برای این طفل نوزاد متولد شده شناسنامه گرفتن، کلیه کارها قانونی در اینجا، نه کسی کودتایی میخواد بکنه، نه خدای شاهزاده، نه خدای نکرده به نام شاهزاده باید لطمه بخوره، یک شاخ مو از شاهزاده کم نخواهد شد. ملت ایران عاشق شاهزاده رضا پهلوی هستن، امیدشون به شاهزاده است و همطور که شاهزاده فرمودن تیر خلاصی است که این تیر رو ما یه عده میهن پرستان که طرفدار، البته بین ما طرفدار نظام پادشاهی، طرفدار جمهوری، طرفدار کمونیست و همه اصلا فکر سیاسی و راه سیاسی الان مطرح نیست، راه آزادی ایرانه، همه دست به دست هم دادیم. بنده خودم طرفدار نظام پادشاهی پارلمانی هستم، تعداد دوستان دیگه هم هستن. ما شاهزاده رو برای نجات ایران میخوایم، ما شاهزاده رو به عنوان شاهزاده رضا پهلوی میشناسیم. سخنگوی شورای ملی هم یکی از وظایف سکند دوم شاهزاده است. بنابراین ناامید شدن در پیر و جوان در ایران، روستایی و شهری ناامید شدن و تلاششون در این زمینه بیفایده بود. بنابراین ناچار شدیم ثبتش بدن، به این ثبت شدن که دوستان کردن گردن می نهیم، چون واقعی و دموکراتیک است و تلاش میکنیم مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای با اکثر این اعضا و از همه مهمتر پیوستن حدود 400-500 نفر دیگه که منشور رو امضا کردن ولی این دوستان راه بهشون ندادن و از همون کمیته موقت کناری گیری کردن، دوباره به دستورش به خواسته شاهزاده رضا پهلوی دوباره اونا رو در ایستگاه دوم سوار این قطار شورای ملی بکنیم. کجای کار ما ایراد داره که الان یه عده ایراد میگیرن؟ کجاش خلاف مقررات؟ کجاش غیر دموکراتیکه؟ کجاش اسمش کودتا هست؟ تعداد زیادی از فرهیختگان با پتانسیال های بالا که به خاطر بودن دو سه نفر در این انتخاب شدگان نیامدن و حاضر نشدن همکاری بکنن، اونها رو هم ما در شورای مجمع عمومی فوق‌العاده به شورا خواهیم آورد و از پتانسیلشون و ظرفیت‌هاشون و تخصصشون استفاده خواهیم کرد. من در خدمت. خیلی متشکرم. من اجازه بدید اعلام کنم که اونهایی که دارن ما رو روی وبسایت nitvunited.com یا nitv.tv دارن نگاه میکنن، خواهش میکنم بدونید که شما میتونید با شماره تلفن‌های 818-835-9800 تماس بگیرید اگه سوالی دارید. الان فقط کوتاه لطفاً اگر نظری دارید یا سوالی به نظرتون میخواد بدونید چی هست و صحبت کنید. و دوستان ما در روی ایران میدیا در اسکایپ الان تعداد زیادی هستید، اگر میخواید و الان آن هم هست و ما هم آن هستیم و اگر خواستید سوالی بکنید لطفاً بگید که ما شما رو هم روی ایر میاریم. دوستان من یک سوال، تا اگر کسی سوالی داره سوال کنه، من اجازه بدید از شما سوالی بکنم. خود شاهزاده نظرش چی هست؟ اصلا با هم دیگه گفتید صحبت نکردید، خب الان به کجا خواهد رسید؟ این مسئله چطوری میشه، ببخشید نظرم میگم، چطوری میشه اگر اشکالاتی بوده که 100% منم قبول دارم اشکالاتی بوده، ولی اگر بخواد اون اشکالات برطرف بشه و درست اجرا بشه چه راهی باید رفت؟ تا کجا میشه این مسئله را؟ آیا خود شاهزاده نظرش چیه؟ آیا شاهزاده اگه بگه نه من با همونها خواهم رفت اصلا به چیزی خواهد موند دیگه به عنوان شورای ملی؟ اگه شاهزاده بخواد بگه که خودم من دستوری ندارم ولی ببینید چه کار میشه کرد، اون وقت شماها همه باید بشینید با هم دیگه بدون اینکه به هم دیگه حمله کنید ببینید خب اگه اشتباه بوده به این دلیل، قانونا به این دلیل که این شورایی که انتخاب کردید اولا نتونست مردم زیادی بیاره، اشکالی وجود داشت در کارش، ثانیاً از لحاظ قانونی کاری داشت، بنابراین ما میخواییم این ترمیم رو بکنیم. شما نظرتون نیست که اون چیزی که شورای ملی هست به هم بزنید؟ هست؟ به هیچ وجه، به هیچ وجه جناب عطابای. ما هدف دوستان بنده و خود بنده نجات شورای ملی بود، چون اگر این شورا به ثبت نمیرسید با دلسردی که جوانان داخل ایران و حتی بقیه ایران دوستان پیدا کرده بودن، ناچار بود این هویت پیدا کنه و الان هویتش رو داره، در کشورهای اروپایی به ثبت شده تلقی میشه. درخواست مجمع عمومی فوق‌العاده جناب عطابای عزیز یه چیز خلافی نیست، یه چیز قانونیه. ما در چارچوب قوانین و مقررات دموکراسی دنیا داریم حرکت میکنیم. باعث تأسف خواهد بود که شاهزاده به این مسئله توجه نفرمایند. امیدواریم که هرچه زودتر
دوستان ما دارن تلاش میکنن ایشون در جریان خلافکاری ها خودکامگی های گذشته قرار بگیرن و ما را در این برنامه یاری بدن، چون شورای ملی یعنی هویت ایرانیان و برای رسیدن به یک صندوق پای صندوق رای برای انتخابات آزاد با بودن شاهزاده رضا پهلوی و بس. بله خیلی متشکرم. اجازه بدید من یه خطی بگیرم. خط یک رو میگیرم، بفرمایید. خواهش میکنم. جناب آتابای، درود بر شما. رفتن گنجی منطورم، درود میگم به آقای فرزنده. من یه سوال ندارم، یه کامنتی دارم. اتفاقا من درباره موضوع امروز یه نامه سرگشاده برای شورای ملی نوشتم که هم ایمیل کردم هم رو فیسبوک هم گذاشتم. ببینید آقای آتابای، هدف از تشکیل این شورا واگه این نبودش که ما بتونیم یه سر و سامونی به این اپوزیسیون بدیم و بیایم همگی با هم دیگه فعالیتمون رو یکی بکنیم در سراسر جهان که بتونیم با دشمن کامن انمیمون، دشمن چیزمون جمهوری اسلامی بجنگیم که جمهوری اسلامی سرنگون کنیم. یک سال خورده ما رو اومدن اصلا مشغول به این برنامه های داخلی شورای ملی، اول که برگزاریش بود و امضا جمع کردنش بود که انتخابات آمد و رفت و مبارزینی که سالها جلوی اقلا صندوقای رای با خبرگزاری های خارجی جنایت جمهوری اسلامی گفتن، اصلا امسال اون که فراموش شد. جمهوری اسلامی کار خودشو کرد، آقای روحانی هم از تو کلاش کشید بیرون. هر سال برای آمدن احمدی نژاد جلوی سازمان ملل تظاهرات بزرگی میذاشتن. امسال روحانی داره میاد در کریتیکال ترین زمانی که میخواد بیاد و ما همه میدونیم که اینا الان به خاطر وضعیت داخلی دارن میخوان هر کاری بکنن که رابطهشون رو با غرب برقرار کنن، سفارت‌ها رو درست کنن که بتونن به عمر رژیم دوباره مثل زمان خاتمی اضافه کنن. روحانی یک خاتمی دیگر در حتی چهره بهتر داره میاد، آردی هم مصاحبه داره میکنه، آردی هم میگه ما با غرب میخوایم بسازیم، آردی هم آقای اوباما براش نامه نوشته با همدیگه پشت سر هم معلوم چی کرد. ما نشستیم مشغولیم که شورای ملی در داخل داره چی میگذره. بابا مملکت داره از بین میره. شورای ملی برای این مگه نبود که ما بیاییم فعالیتمون رو یکی کنیم، مبارزمون رو قوی تر بکنیم؟ ما اصلا مبارزمون از بین رفته، مبارزمون شده جنگ های داخلی خودمون. آقای آتابای، جای تاسف شخصت رضا پهلوی از آن وقت این حرفا نبود، از آن وقتی نیست که ما یک کمپین بین المللی تمام رسانه ها تمام مبارزین بر علیه آمدن آقای روحانی داشته باشیم، به دنیا بگیم 35 سال اینا گفتن مرگ بر امریکا، اومدن بمب زدن، بمبگذاری کردن، هاستج گرفتن، شما حالا اومدید و مردم ایران 35 سال جون دادن بابت این مرگ بر امریکا، شما هم اومدید میخواین رابطه برقرار کنین، عمر این رژیم رو طولانی کنین، دوباره عمری چیز کنین توی این رژیمی که داشت میافتاد و پس دیگه سانکشن واسه چی گذاشتین که بعد بیان باشون بسازیم؟ ما به جای که این حرفا رو بزنیم، نامه نگاری کنیم، وایت هاوس رو بمباران فکس و تلفن بکنیم، جلوی سازمان ملل بریم، اومدیم داریم گسته میخوریم که آقا شورای ملی ثبت شده یا نشده. آقا شورای ملی قرار بود بیاد مبارزه کنه، همه چیز خونه نشین کرده. آقا آتابای، جای تاسف شخصت رضا پهلوی، شما امروز وظیفه دارید، این وظیفه امروز به شونه های شماست که بیایید و ما رو دوباره جمع کنید. شما امروز حتی در میان طرفداران درجه یک خودتون که خودتون یه موقع میگفتین شاه اللهی، همه از شما دلخورن بابت این جریان شورا. شما امروز یه آشتی باید با طرفدارای خودتون اول بکنید و واقعا من فکر کنم داره دیر میشه مملکت اینا اگه سفارت باز کنن 30 سال دیگه 40 سال دیگه ما باید بشینیم اینجا. جای تاسف، امیدوارم آقایون و خانم ما امروز فکر این باشیم که با جمهوری اسلامی بجنگیم، نه با هم دیگه، نه اصلا بیایید شورا رو بذارید کنار، برگردیم به همون سازمانه خودمون فعالیتمون رو بکنیم، دستمون رو بعد دست هم بدیم بر ضد جمهوری اسلامی. من خواهشم ازتون اینه، مملکت اگه اینا دوباره بیان آشتی بکنن، سفارت باز کنن، کار ما خیلی سخت‌تر میشه و متاسفانه مثل اینکه این اتفاقا داره دورمون میفته. خانم گنجی خیلی متشکرم و حتی پره و بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم. این مسئله عقیده من، ما توی یکی دو هفته آینده یک نشستی بذاریم به صورت باز و همه باید بشینیم صحبت کنیم بدون این که کسی طرفدار حزبی باشه. نه، ما طرفدار هممون ایرانی باشه. ما اول به ایران بفکریم، بعد بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم. امیدوارم تمام گروه ها و تمام افرادی که آزادی ایران رو برای همه ملت ایران میخوان، نه اینکه حزب خودشون فقط پیش بره، جمع بشیم اینو بررسی کنیم. خیلی متشکرم از لطفتون. اجازه بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم. آیا آتابای، درود بر شما. درود عزیزم.
من فکر میکنم در مجموع این مسائل ما ظرف اتفاقا همین 24 ساعت یا 48 ساعت، فارغ از اینکه شاستره سخنگو است یا نیست، بگیم آقا شما باید یه مصاحبه زنده داشته باشی و نظرت کلن درباره این و زحواله این یکی دو هفته آخر، نمیدونم ظریف، روحانی و پیامهایی که رد و بدل میشه، بدون تعارف نظر شخصی خودتون رو بگین، چون در غیر این صورت این به قول معروف یه بام و دو هوا میتونه سوال ایجاد کنه. کما اینکه شاهین نژاد پریروز روز شنبه با آقای میبودی که مصاحبه میکرد، ایشون به هر حال داره برآیند نظرات مثلا خدای نکرده منعکس میکنه، میگه آقا ما ظرف نمیدونم 5-6 روز آینده فعالتر میشیم، بعد تا الان وقت نبوده، گرفتاری بوده. ببینید من اگر سوء نیت پشت این قضیه باشه، اینجوری میبینم که عمدن یه سری به اضافه این که شاهزاده هم به هر صورت بردنش تو این داستان، سعی کردن که میدون ها در اختیار جمهوری اسلامی بذارن که هر جور میخواد مانو بده بره دنبال معاملاتش، نمیزن فلان، شورا رو هم به اصطلاح پاسیف نگه دارن تو این مدت، یعنی اپوزیسیونی که واقعا میباید این روز ابراز وجود بکنه عمدن پاسیف نگه دارن تا جمهوری اسلامی به اهداف شومش برسه. این دیگه واقعا اصلا دیگه بدترین شکل قضیه میتونه باشه. اگر نه شاهزاده در ضمنی که سخنگوی شوراست، آقا شما به عنوان یه فرد حداقل مسئولیت در این روزا هر 24 ساعت یه مصاحبه میباید داشته باشی و بتونی طرفداران خودتون، دوستان خودتون، همه اینا رو بتونی در حقیقت یه موتور متحرک باشی، نه اینکه شاهین نژاد بخواد به جای شما بخواد صحبت بکنه یا نمیدونم تحت عنوان اینکه یه سخنگویی به شما دادن دیگه شما رو از اون فعالیت معمولیتون هم چیز کردن، یعنی من کردن. و به لحاظ شخصی تو این روزا اگه شما نخواهید نظر بدین، ما میتونیم از شما سوال بکنیم آقا یعنی چی ناخواسته شدین چیز در خدمت پاسیف کردن اپوزیسیون قرار گرفتین؟ هزار یه جور اختلاف میتونه تو شورا باشه، طبیعیه، طبیعت شوراست، ولی این اگر شما عمدن تو این دام افتاده باشید، خدای نکرده با کسانی که حتی میتونن به عنوان کارمندای دفتر شما مثل خانم نازله گلستان یا آتیزاده اینا مطرح باشن، اینا سوالاتی که آقای شازمان ما شما باید بهش جواب بدین قبل از اومدن روحانی. آقای توسی عرض کنم اشتباه نمی کنم، آقای توسی، دانیل توسی شما هستی؟ بله. آقای توسی اجازه بدید که اگر خواستیم این کار رو بکنیم، من قانونم اینه، ببخشید، و فکر میکنم که باید اینو داشته باشم، اجازه بدید ما تقاضایی خواهیم کرد در این نشست که خواهیم داشت و 2-3 ساعت هم خواهد بود، و ما تقاضا خواهیم کرد که خود این خانم و آقا تشریف بیارن و وقتی هستن جواب بدن، اگرم نیومدن که دیگه سوالا رو شما میکنید و جوابم نمیدن، جوابگو اگر شورای برای مردم نباشه که دیگه معذرت میخوام، میخواد چه کاره باشه؟ از همینجا که هیچی نشده، برای خودش یه حکومت درست کرده که میخواد معلوم هم سند قدرت نگرفته، جوابگو نیست، وای باری که بره تو ایران. آقای آتابای، از این آقایون ما با خود شاهزاده این روزا الان انتظار داریم با ایشون تعیین تکلیف کنیم. آقا شما در کنار سخنگویی به عنوان فرد میتونی بیای راجع به این مسائلی که داره میگذره و هزار یه جور نمیدونم معاملاتی که میخواد با جمهوری اسلامی بشه یا نشه اظهار نظر بکنی. ما اول با ایشون باید چیز باشه. آقا شما نظر خودت ابراز کن فارغ از اینکه سخنگو هستی یا نیستی. بله، اجازه بدید، ما یک مدیا هستیم، ما یک مدیاییم که من خودم فکر میکنم که انای تیوی میدیایش برای آزادی حقوق بشر باید کار کنه. ما تقاضا خواهیم کرد، من شخصا تقاضا خواهم کرد از شاهزاده، و اگر لازم بود میگفتش که وقت ندارم میخوام با همه تونم صحبت کنم، با تمام تلویزیون ها خواهیم گفت که با همدیگه بشینیم و سوال هایی کنیم و حلش کنیم، و شما ها هم همه هر کدومی هست، فقط من تمنا میکنم از همه تون، عضو شورا، غیر عضو شورا، چپ، راست، ناسیونالیست، جمهوری خواه، پادشاهی، با آن کسی که شما دوست دارید، از مادر پدرتون گرفته تا خدایی که هر کسی خودتون میخواد، من قسمتون میدم شما اومدید توی کشورهای خارج تحصیل کردید، حرف زدناتون رو با همدیگه کنترل کنید، به همدیگه تهمت نزنید و سوالاتون رو با قدرت بخواید و حقی که دارید، حق اینه که بفهمید چی میخواد جانشین این چیزا بشه. اینا رو باید داشته باشیم. اجازه بدید که آقای من یه خط دیگه هم جواب بدم آقای توسی تا ببینیم قبل از اومدن آقای روحانی لطف کنید انجام بدید. من ممنون میشم. خب عرض کنم که به خدمت شما، ما در اینجا کارمون این نیستش که حزب بشیم. اگه ببینیم بنا بود حزب بشه که انایتی خودش بزرگترین حزب باید میشد. ما حزبی نمیتونیم بشیم، میدیاییم. ولی ما میخوایم
واقعا در این وسط آزادانه. اگر ما بخوایم تو کشورمون، یعنی من یکی ان آی تی وی رو هر قدرت شو من که نمیمونم، ولی آنچه که خواهد بود برای آینده ایران که دیگه مدیاها تحت نظر دوگرت و یه حزب نباشن که این بدبختی رو درست کنن، بعد از داخلش خمینی و خامنه‌ای بیاد بیرون و مملکت ما به این بدبختی و گرسنگی بیفته. آقای آتابای، شاهین نژاد داره اینو به عنوان یه تاکتیک مطرح میکنه. ما باید ایشونو قبل از اومدن روحانی وادار به موضع گیری بکنیم، وگرنه بعد از اومدن روحانی شاهین نژاد میاد مرحله از من و شما رادیکال تر میشه. قبل از این باید شاهزاده و اینا رو بیاریم به... عزیزم آقای توسی چش، من گفتم خیلی خوب، خطا پر، اجازه بده که بقیه هم صحبت کنم. آقای توسی من گفتم من خواهش خواهم کرد و بعدم با دوستای دیگه که خواستن، حالا البته خب تلویزیون اندیشه که اصلا باره خودش قبول کرد، شاهزاده اینا قبول کردن، ما هم کمک کردیم، شد کانال نمیدونم شورا، با اگر بخواد فقط با اونا صحبت کنه بکنه، من حرفی نداریم، ولی مسئله اینجاست که اصلا رکن اول، من شخصا حرف خودم میزنم، من رکن آزادی ملت ایران رو برای این نمیبینم این حکومت بری یا حکومت دیگه بیاد، نه، برای این میبینم که حکومت ایران باید حکومتش حکومتی باشه که قدرتش دست مردم باشه و هیچ کشور دیگه نتونه درش هر وقت دلش خواست یا یه کودتا کنه یا یه کسی رو ساز بکنه بیاد باز مملکت به نابودی برسن، باز از صفر شروع کنن مملکت بره. این فکریش که من دارم و فکر میکنم. بنابراین تنها راهی که شما بخواید به عنوان کسانی که میخواید ایران رو آزاد کنید بیستید، اینه که تمام تفکراتتون برای آزادی ایران و قوانین اساسی و حکومتی درست بشه که آزادی همه تون رو بعد از اینکه تو حتی حکومت جمهوری اسلامی رفت تأمین کنه. یعنی هر گروه سیاسی، هر تفکری در ایران بدون اینکه به کشوری وابسته باشن، اگر وابسته باشن در هر حال توی قوانین کشورهای تو، حتی شما توی آلمان و فرانسه و سوئد هم اگه نفر جاسوسی بکنه برای کشور مخالفش در حال میگیرنش، ولی اگر بخواد برای تفکرات خودش و آزادی مملکتش صحبت کنه کسی حق نداره اون رو زندان کنه. ما دنبال اون چیزا هستیم برای حکومت آزاد. اجازه بدید خطا رو بگیریم آقای توسی و بیشتر با هم دیگه صحبت خواهیم، همه بذارید فرصت باشه، لطف کنید بگید، چون من تمام این برنامه یک ساعته رو گذاشتم برای این کار و میخوام نظرات شما رو بفهمم. بفرمایید، خواهش میکنم. خط 3. درود به شما جناب آتابای، سپاس برای اینکه تونستم پرسشی از مهمان عالی قدرتون داشته باشم. خواهش می‌کنم بفرمایید. می‌خواستم نظر مهمان شما رو در مورد اعلامیه‌ای که از طرف شاهزاده آمد بیرون و صحبت از این می‌کرد که عناصر فرافکن و به قول معروف خرابکن تخریب کننده از روز نخست در شورا بودند و اینها این کار رو به اینجا رسوندن، نظر مهمانتون رو در این مورد خواهم بدونم، سپاسگزار میشم. جناب فرزنده لطفا، خیلی متشکرم ازتون، گوش کنید از تلویزیون. بفرمایید آقای فرزنده. با تشکر از نازنینان که روی خط اومدن، اجازه بدید من از اینجا اول یه درودی به رخسانه نازنین، این بانوی فعال و مبارز، بفرستم و براشون آرزوی موفقیت بکنم. همچنین آقای توسی که بسیار مطالب خوبی رو عنوان فرمودن. این نازنین سوال کننده سوم سوال بسیار جالبی رو کردن، چون این که شاهزاده بر اثر این که کماکان مثل گذشته خب به این افرادی که اطرافشون هستن اعتماد دارن و ما هم هرگز به کسی نه خرابکار گفتیم نه خائن، دوستان اگر در اون اعلامیه شاهزاده که برای شاهزاده تهیه کردن ماها رو خرابکار نامیدن، خب تاریخ و زمان به زودی نشون خواهد داد. اگر منظورشون اونایی هستن که تا حالا کاری انجام ندادن و خرابکاری کردن، ما از این بیانیه استقبال میکنیم، درود میفرستیم به شاهزاده که به هر حال بیانیه جالبی رو دادند و اون که مردم رو آگاه کردند که در شورای ملی متاسفانه افراد نفوذی هستند که راه رو تا این ظرف 5 ماه نگذاشتن هموار بشه و نگذاشتن که این قطار در ریل خودش حرکت کنه. جناب آتابای متاسفانه، چون ما از نزدیک بودیم، باید به عرض بینندگان شما برسونم که این قطار از ریل خارج شده. نازنینان اگر همگی، همه میهن پرستان، همه آزادی خواهان، همطور که جناب آتابای فرمودند، اصلاً تفکر سیاسی اینجا مطرح نیست، هر فکری دارین، آزادی کشورمون، پس گرفتن کشورمون،
اگر این راه رو دارید، این فکر رو دارید که مطمئنم همه عزیزان دارید، بپیوندید به این شورای ملی ثبت شده که همون شورای ملی است. ما دو تا شورای ملی نداریم نازنینان، رخسانه خانم گنجی نازنین، شورای ملی همونه. اونها روی عدم کفایت و عدم لیاقتشون 4 ماه و نیم هیچ کاری که مورد توجه و استقبال مردم عزیز ایران قرار بگیره یا حرکتی رو به اونها توجیه کنه نکردن. دوستان ما میان پرستان اومدن این شورا رو ثبتش دادن، قطار روی ریلش قرار میگیره، همه شما عزیزان در مجمع عمومی فوق‌العاده 2000 نفر بشیم، سالونی با ظرفیت بالا، امکانات امنیتیش فراهم میشه. امیدواریم شاهزاده با آگاهی کامل ما را راهنمایی و هدایت بفرمان و ما در مسیر خواسته ایشون و ملت ایران و همطور که قبلا عرض کردم بر اساس دموکراسی و قانونمند بودن و پایبند بودن به مقررات و قوانین بریم جلو. این مجموعه عمومی فوق‌العاده را در سطح بسیار وسیعی که شایسته ملت ایران هست برگزار کنیم و انتخابات تجدید بشه و افراد لایق با پتانسیل های بالا بیان سر کار. متشکرم. حتی دیگه ای رو جواب میدیم، بفرمایید. خواهش میکنم اگر لطف کنید بگید از کجا فقط زنگ میزنید، خیلی ممنون میشم ازتون. تلفن تلویزیونتون رو کم کنید که بتونیم با هم دیگه صحبت کنیم عزیزم. اگر محبت دارید، اگر امکان داره، فقط اگر اسمتون رو نمیخواد بگید، فقط بگید از کجا زنگ میزنید، فقط دلمون میخواد همینو بدونیم. من فرمان کلایی عضو شورای عالی. بله بفرمایید، در خدمتتونیم. بفرمایید قربان. خیلی متشکرم که اومدید رو خط راجع به مسئله صحبت کنیم. بفرمایید. درود به شما. من نظر درود به شما جناب اتبای، درود به مهمان شما دکتر فرزنده. من فرمان کلایی شورای عالی ایران هستم و نظر همگی بینندگان شما رو می‌خواستم به این جلب کنم که اجازه بدید که یک بار باید همیشه به تمام این مسائل از دیدگاه خیلی مثبت نگاه بکنید. بله. همه دعوت بکنم که توجه بکنید که ما در یک مسیر در مبارزاتمون چه در خارج در داخل در یک مسیر تکاملی هستیم که به یک حلول مدنی و سیاسی برسیم و این شورای ملی ایران از 3 نهاد تشکیل شده. مجمع مؤسس شورای ملی ایران بالاترین مرجع قانونی در این نهاد هست. بعد شورای عالی و دفتر سیاسی هم از مرجع قانونی نهاد هستند. بنابراین در داخل این هر کدوم از این نهادها به تناسب واکنش‌های در داخل این گروه ها بوده و فرض کنید در دفتر سیاسی افرادی که مستقل هستند و بیدار مسلمان موضع خاصی گرفتن راجب این و در تکاپو هستن که این مسائل رو حل بکنن. در شورای عالی فراکشنی به نام فراکشن اعتماد تشکیل شد که قانونمند باشه، دموکراتیک باشه، شفاف باشه و تمام این مسائل رو به یک نحوی باش موضع گرفتن. مجمع مؤسس چون به هیچ راهی پیدا نکرد که به اثر قانونی و ارتباطات صحیح در بدون رسن هیچ ضوابطی مجبور شد بعد از 5 ماه به ثبت قانونی این نهاد دست بزنه و چه ولی این مسئله بزرگتر این هست که ما وقتی که شورای ملی ایران رو بنیانگذاری کردیم در فرانسه این نهاد ظرفیت رو کامل نداشت که بتونه تمام این فعالیت ها و این پتانسیل رو در خودش جا بده و حذف کنه و متاسفانه در این نقطه ما رسیدیم. ولی باید از درایت و خرد جمعی استفاده کرد و این رو از دیدگاه داینامیک دید که ما در یک شرایطی هستیم که اپوزیسیون در خارج از ایران زنده است ولی چطور میشه تمام این انرژی رو در یک جا متمرکز کرد و یک نتیجه مثبت گرفت. همش بستگی داره به قبول کردن مسئولیت و دادن مسئولیت به افراد دانا و شایسته و کسانی که کوالیفای هستن برای انجام وظیفه. و این زمانی هست که ما یاد بگیریم که همه به صلاح گوشه از کار رو بگیریم و فشارها رو از فرد محوری و اسم
تمام فشارها و مسئولیت رو به ایشون یک نفر نگذاریم. همه ما مسئولیم. این باعث میشه که ما بتونیم موفق باشیم در این جریان. آقای طلایی ببخشید، درست میگم آقای فرهمند؟ بله. من میتونم سوال کنم که خود شما که عضو شورای عالی هستید، خود شما در لابلای حرفایی که زدید در خیلی مطالب بعضی دیگر هم همین حرفا رو دارن میزنن. یعنی شما فرمودید، اولا من سوال یه سوال فنی دارم، شما اگه در فرانسه بخواید شورا رو به ثبت برسونید، راهی وجود نداشت در تمام اروپا به ثبت برسونید که امکانات به حساب اینی که هر کشوری بتونه بعد بازی در بیاره، اگر تمام اروپا بودید شما امکاناتتون بیشتر بود، هم برای فان ریزینگ هم برای فعالیت‌های سیاسی هر چیزی دیگه. چطوری شد فقط فرانسه رو شما اینو به ثبت می‌خواید برسونید، یا گفتید بعد از 5 ماه الان دارید اقدام می‌کنید؟ البته من منظور سوال شما متوجه نیستم. من مسئول ثبت این شورای ملی ایران نبودم. میدونم. نه من از شما نمیگم شما مسئولید، برخلاف شما مگه عضو شورای عالی نیستید؟ بله. اگر شورای عالی هستید، هر اشکالی که در اعضا تا حتی اعضای عادی هم میتونن بیان از شورا بپرسن یا از اعضای افرادی که در اونجا مسئولیت دارن بپرسن که آقا ما شنیدیم که این به ثبت درست نرسیده و این فعالیت ها به کجا قانونی میشه و میتونه جهانگیر بشه، چرا اینو به ثبت نرسوندید؟ خب اگر این سوال کنن، من به عنوان مثلا یک دونه رپورتر دارم میپرسم چرا فقط در فرانسه، چرا در اروپا؟ شما اینجا که میدونید الان اروپا در بعضی موارد تمام چیزش مثل یک کشوره با هم دیگه، چرا ما نتونستیم اینو در اروپا به ثبت برسونیم؟ یعنی شورا نتونست، ما شورا نتونست اینو در اروپا به ثبت برسونه در همون اول. اشکالش چی بود آقای فرهمند؟ جناب اتابای اگر اجازه بدید، با اجازه در همین سوالی بود که ما هر هفته که جلسه داشتیم در شورای رو مطرح کردیم و اعتراض کردیم. خانم دوخی عبدی از آقای پیرزاده در یک جلسه پرسید و ضبط شده و آقای پیرزاده گفتن صرفاً به خاطر اینکه جلسه مجمع عمومی در پاریس انجام شده به یک ضوابط قانونی این ثبت رسمی است، ولی مراحل قانونی ثبت یک ارگانیزیشن NGO باید اون اساسنامه اون و سهامداران اون شرکت به طور کلی موافقت کرده باشند و اون اساسنامه طبق مطابق قانون فرانسه و اروپا باشه و متاسفانه اون مراحل قانونیش رو به طور صحیح هنوز انجام نداده و این باعث این تأخیر شده و متاسفانه ما در این مدت که فعالیت کردیم زیر هیچ شناسنامه و هویت دقیق و ثابت شده ثبت شده نبوده. خیلی ممنونم آقای فرهمند، اجازه بدید آقای فرازنده هم جوابگوی این مسئله باشن. آقای فرهمند، من دوست دارم، آقایون من از همتون خواهش کنم، من دوست دارم ببینید همه ما سالهاست در کشورهای مختلف آواره شدیم، درسته؟ چی یاد گرفتیم از این کشورهایی که از ما آزادتر و بهترن؟ چرا ما تغییر نکردیم و بعد از 34 سال 35 سال آوارگی هنوز همون اخلاق داریم که اگر بخوایم مخالفت کنیم یا با ما حمله باید بکنن یا فلان کنن یا ما بعد مخالفت کنیم؟ خواهش میکنم. این من خیلی متشکرم، من با شما تا حالا صحبت نکردم آقای طلایی، ولی بسیار ممنونم. شما اگر میخواهید واقعا افرادی باشید که برای ایران رو نجات بدید و ملت ایران رو به آزادی برسونید و از این بدبختی و بیچاره نجات بدید، راهش اینه که به هیچ چیز به جز ملت ایران و خود ایران به اون اهمیت بیشتر ندید و سوالا رو بدون وحشت بکنید. اون زمان میشه که ایرانمون در بیرون ملت ایران میبینه آقا اگه اینا یه عده جمع شدن، ایده هاشون اگر در ایران بیاد و به این صورتی که کار میکنن، آزادی مال هم است و هیچ کس دیگه برام نمیگه تو خفش و من رئیسم حرف میزنم چون من انتخاب کردی دیگه نمیتونی زیرش بزنی. مثلا جمهوری اسلامی اومدن در 34 سال پیش، نمیدونم با چه بدبختی یک اگرم جمهوری خواستم بکنن کردن جمهوری اسلامی که تبدیل شده به یک دیکتاتوری وحشتناک دینی به خاطر اینی که هیچ کس قبل از این مسائل نیومد بگه شما میتونید چه کار بکنید. آقای فرزند، ممکنه شما خواهش کنم وقتم کم داری، ببخشید من کمتر صحبت کنم، شما بگید چی هست و جواب چی هست و خیلی متشکرم با هم دیگه صحبت کنید. شما آقای طلایی. با درود فراوان خدمت هموند گرامی جناب آقای فرهمند کلایه. جناب اتابای، آقای فرهمند کلایه از پیشکسوتان شورای عالی و از هموندان نازنین بنده هستند. ایشون استاد من هستند و در اعتراضی که هفته گذشته
به عملکرد این کمیسیون، این دفتر سیاسی و دروغایی که کماکان همطور که توضیح دادن در جلساتی با حضور شاهزاده به شخص شاهزاده میدادن، ایشون اعتراض کردن و آقای فرامند کرایه نازنین رو هم در اختیار کمیسیون داوری قرار دادن. آقای عطبای عزیز، آقای فرامند هم بازوی راست ما هستند. و اما شما فرمودید چرا در فرانسه، چرا در اروپا نه؟ ابتدا این اساسنامه موقت ناقصی که نوشته شد مرکز رو در پاریس انتخاب کردن. این رسم یک ثبت نهاده و میتونه در شهرهای دیگه، در کشورهای دیگه شعبه داشته باشه، ولی چون در اونجا به ثبتش ندادن، دوستان ما الان در فرانکفورت همطور که خواسته شما نازنین جناب عطبای هست اروپایی ثبتش دادن. درسته در فرانکفورت آلمان ثبت شده، ولی اروپایی ثبت شده، یعنی پاتنتش اروپایی است و هیچ کشور اروپایی دیگه به این نام نمیتونه این رو ثبت بده. بنابراین اون چه که اعتراض شد هفته گذشته، آقای فرهمند کرایه، آقای فرخ پیرنیا، این دو نازنین بیشتر از همه تلاش کردن. خود بنده هم لس آنجلس بودم با آقایون تلاش کردیم. چرا میان تو جلسه دروغ میگید؟ چرا در جواب خانم دخی عبدی دروغ میگید در پاریس ثبت رسیده شده؟ این دروغه. تو چشم این هم آدم متفکر تحصیل کرده دلباخته آزادی ایران نگاه میکنید و دروغ میگید؟ علت دروغت گفتنتون چیه؟ چی از این آیدتون میشه؟ به هر حال اون دو عزیز رو هم در اختیار کمیسیون داوری گذاشتن. بنده هم که خودم اطلاع دارید حضرت عالی استعفا دادم. بنابراین ما جزو مقصرین نیستیم، ما جزو سوال کنندگان، انتقاد کنندگان بودیم که کنارمون گذاشتن. اونجا هم اگر هر کس انتقادی میکرد بلافاصله یا به کمیسیون داوری یا حد اکثر دیگه به زندان اوین میفرستادنش. قربان، من از شما پوزش میخوام. ناچار شدم که اسم ببرم، ولی راهی جز این که شورای ملی در اروپا به طور کامل همونطور که نظر شما نازنین ایران دوست است به ثبت برسه وجود نداشت. امیدواریم شاهزاده عزیزمون که همواره ما راه این بزرگ مرد رو میخوایم بریم و عاشق پدر بزرگشون و پدرشون و عاشق راه این خانواده بودیم و هستیم، در هر طیف سیاسی الان متوجه شدن که این دو ابرمرد بزرگ به ایران عزیز خدمت کردند، برخلاف اون چه این جمهوری اسلامی شایع کرده عزیزان. بنابراین بیایید همگی دست به هم بدیم در این مجمع عمومی فوق‌العاده که قانوناً راه رو همطور که جناب فرهمند کرایه عزیز عنوان کردن، تنها راه باقی مونده نجات اپوزیسیون باقی ایران با گرد همایی افراد فرهیخته زبده با پتانسیل های بالا می باشد، دور هم جمع شیم و یک شورای ملی بسازیم که امثال رخسانه خانم نازنینی بانوی فرهیخته هم به ما بپیوندن، پدر گرامیشون و و و خیلی از این افراد داریم که ناامید شدن و کنار رفتن. دوستان الان موضوع پیر جوان مطرح نیست، موضوع اندیشه جوان هست که اون رو شاهزاده همیشه حمایت فرمودن. خیلی متشکرم. مرسی. من متاسفانه وقتم تموم شده، ولی یک خطی که خیلی وقت دو تا خط موندن از اول و من متاسفانه وقتش ندارم، نمیدونم هم چی هستن و چی نیست. دو دقیقه بیشتر فقط بذارید خیلی کوتاه من میزنم و اگر وقت تموم شد فرقی نداری من کی هستم، اینجا سر ساعت برنامه تموم میشه. ببینید که ببینیم چی خواهد بود. بفرمایید. خواهش می‌کنم خیلی کوتاه چون وقت کم داری. بفرمایید. الو الو بله بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. خیلی از صداتون میاد خیلی کوتاه، فقط خواهش میکنم چون وقت میخوام حرفتون رو بزنید، خواهش میکنم زودتر بفرمایید. درود بر شما. بفرمایید عزیزم. الو الو ای بابا قطع شد. الو قطع شد صداتون. الو صدا الان میاد، حرفتون رو بزنید تا قطع نشده چون وقتمون داره تموم میشه عزیزم. به من نمیاد؟ الان میاد، حرف بزنید، بفرمایید. من زنگ زدم که مثلا خیلی تو یه حرفای خیلی خوبی زدی، تقریبا حرف دل من بود. شما گفتید که از روز اول آدم باید این مسئله ببینه. ببینید جناب آتابای، از روز این مباحث بود و شوربختانه اون موقع دوستان سکوت کردن، یعنی از روز اول باندی که به وجود اومده بود در این شورای ملی که اینا همهشون قبلا حکومت جمهوری اسلامی پست و مقام داشت،
نیستن و حالا قابل تقدیر بود، ولی ما دلیل نداشتش که اینها رو بخوایم بذاریمشون به عنوان این کسانی که در رهایی که 30 سال داره با جمهوری اسلامی 35 سال داره با جمهوری اسلامی مبارزه میکنه، حالا باید بیار از کسی مثلا به مانند آقای، حالا نه اجازه درخ نام ببرم یا نه اجازه بدید ببینید، اولا من معذرت میخوام، ببینید باور کنید و میشه دوربین آورد ببین نشون بدیم این چقدر چطوری وضع اینجا خط و اینا، من متاسفانه تقصیر منه، همش تقصیر منه، چون من تا حالا نه خط میگیرم نه برای اینکه باور ندارم هر کسی بیاد یه چیزی بگی به هم بریزه، از این میترسم. ولی اجازه بدید من نمیدونم، از همه شمایی که رو خط هستید اجازه بدید ما این بحث رو ادامه خواهیم داد و من سعی خواهم کرد 24 ساعت قبلش براتون اعلام کنم که برنامه از چه ساعت تا چه ساعتی خواهد بود و خواهش میکنم از طریق اسکایپ یا هر چیزی دیگه است بیاید و همه فقط هر کدومتون 5 دقیقه 10 دقیقه صحبت کنید که این همه آدم که میاد بتونه حرفاشون رو بزنن، میمونه از جاهای مختلف روی خط و بعد حرف نمیزنن، از من بدبخت دلخور نشید تو رو خدا. من متشکرم، ببخشید وقت تموم شد، برای تمام خطا پره. من اعلام خواهم کرد تو این هفته باز هم صحبت خواهیم کرد راجع به این مسئله و امیدوارم شاهزادم این بار اگر ما ازش تقاضا میکنیم و میگیم صحبت کنید خواهش کنه جواب بدید، شاهزاده شما اگر سخنگو هستید پس بنابراین مصاحبه باید بکنید، ولی من شما رو به عنوان سخنگو قبول ندارم، من شما رو به عنوان کسی قبول دارم که لیدر میتونی باشی و ایران نجات بدی برادر. حالا اگر که شما جوابگو نیستید دیگه ما بدبخت چی کار باید بکنیم؟ اگر ما نتونیم اینجا از شما سوال بکنیم شما جوابمون بدید، چطوری میتونیم وقتی رفتین در ایران بتونیم شما رو پیدا کنیم ازتون سوال کنیم؟ بنابراین لطف کنید این کار رو باید هر چه زودتر انجام داد و من دوست دارم، من بیا آدمی هم که دوست دارم، ببین فکر نکنید من کسی نیستم، یک تک ایرانی دوست دارم، همه ایرانی ها با تمام افکارشون، آنهایی که حقشون الان در ایران گرفته، چپ راست جمهوری پادشاهی، الان ایران داره نابود میشه، خود شما دارید میبینید. ما نمیتونیم به آمریکا و کسای دیگه بگیم آقا تمام دنیا و کشورتون رو نابود کنه، جان نالان کنه، بهمان کنه، بیا فلان کنه، اونا برای منافع خودشون فردا ممکنه با اینا هم بسازن 20 سال دیگه هم بمونن، ولی این ملتن که دارن نابود میشن، این ایرانه که داره از بین میره. بنابراین ازتون خواهش میکنم اولا به هم دیگه توهین نکنید، اگر دلیلی داری کسی خیانت کرده دلایلتون رو جمع میکنید و بدون اینکه بیاید روی تلویزیون اینو پخش کنید میفرستید، همه میبینن، افراد مختلف میبینن و بعد اگر ایشون یا هر کسی که کار خلاف میکرد نشون نداد اون وقت بیاین بازش کنید برای همه با دلیل و با برهانی که میشه مردم رو قانع کرد و این اشخاصی هم که اشتباه کردن مسئولن. شما نمیتونید برای خودخواهیتون بیاید و یختی قدرتی رو، حالا به این قدرت هم قدرتی نیست، شما چه قدرتی دارید؟ شورای ملی فکر کردید چیکار میتونه الان بکنه با این شورایی که درست کردید؟ فردا اگه بگه آقا ایران بیاد تو خیابون میان، یا اومد تو خیابون مردم کشتنش، شما چیکارش میکنید؟ نه عزیزم، راهش یه چیزی دیگه است، راهش این است که شما باید بدونید اگر میخواد ایران آزاد بشه حق ندارید هر کدومتون برای خودتون ایران آزاد کنید، ایران مال همه افراد مهمه. بنابراین خواهش میکنم ازتون هفته آینده این برنامه ها رو خواهیم گذاشت، ما امیدوارم اولا مردم ایران گوش کنن ببینن اون بدبختی که در اونجا دارن آیا شما بهش توجه میکنید و اینقدر با هم وقت کشی نمیکنید، مسخره بازی در نمیارید، اینا دارن از بین میرن، همه تون رو به خدا میسپارم. آقای فرزنده این برنامه رو باید ادامه بدیم و امیدوارم که دوستان دیگه هم که اعتراض دارن بیان حرفاشون رو بزنن و خواهش میکنم، امیدواریم حالا با شاهزادم من حتما پیغام میذارم که اگر مایل باشن اگر اجازه دادن بهشون شوراشون که صحبت کنن با ما هم صحبت بکنن. درود بر شما و تا هفته آینده، خیلی متشکرم از لطف همه، متشکرم از شما از دعوتی که فرموده بودید، درود به همه پاینده ایران، متشکرم از شما.